منتظر قدومته، معنی خوشبختی من چکیده ای زنومته، واژه هر کلام تو قصه ای از محبته، وقت رسیدن به تو یه فصل بی نهایت. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. روز تولدت برام مژده زنده بودنه، تموم دل خوشیم فقط لحظه با تو بودنه، شادی محفلم تویی ای همه سعادتم، بی توی شمع خستم با توی بی نهایتم. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. عمر جدایی بین ما چه خوبه بی دوون بشه، بیا که این خونه ی دل با سر و سامون بگیره، حیفه که عمر ما تو این بی کسی ها حروم بشه. چیه؟ رو زمین بر نیستی؟ بال در بردی؟ چطوری بگم؟ قبول شدم، اونم با رتبه 7. چی رو قبول شدی؟ یادت نیست؟ امتحان بورسیه دانشگاه کمبریج، باورت میشه؟ دارم میرم لندن. خودتو لوس نکن، تو بدون من جهنم هم نمیری. بیا این ترانه رو برای تو ساختم، اولین ترانه. مای 80 پوندم بهم حقوق میدن، خورد و خوراک من مجانیه، از سال دوم همیشه 112 پوند. یعنی میشه؟ وای کشتی منو تو با این یک قرون دوزار کردنه. ببینم هر روز اون ظرفه که توش پول میذاری داری؟ به عبارتی سالی 1344 پوند. وای خیلی میشه، یعنی اگه بتونم یه کار بگیرم بعد از 4 سال از 10 میلیون هم بیشتر میشه. خیلی خوب، حالا تو گوش کن، یه تایید کننده پیدا کردم که ممکنه خرش رو کارم سرمایه‌گذاری کنه. یه توی آموزشگاه موسیقی هم کار پیدا کردم. آقا لطفاً صورت حساب ما رو بدین، این فنجون هم حساب کنی میخوام ببرم، لازمش دارم.
فنجون؟ آره، برای اینکه تو توش قهوه خوردی، برای اینکه میخوام یادگاری امروز بشه، برای اینکه میخوام ازت خواستگاری کنم. آرش برام بورسیه اومده. میدونی یعنی چی؟ میدونم، ولی تو نمیری. ولی من میرم. ببین، به دلم بد اومده. حس میکنم این آخرین باریه که میبینمت. نرو. فرودگاه جای این حرفا نیست. بذار به خاطر خوش از ایران برم. چه میدونی؟ شاید هم یه روز برگشتم. اینه برای تو گرفتم. اگه قبول نکنم ناراحت میشین؟ ولی قبول نمیکنم. نمیخوام چشم انتظار بمونم. چاره نیست، آخرشم باید خودم بگیرمت. امروز چه خوشتیپ شدی؟ خوشتیپ بودیم ما. با شما نبودم که. خوبی؟ میگم 100 سال دیگه هم که بشه، آخرشم کسی نمیاد تو رو بگیره. ممکن نظر خودمانم برگرده. روش فکر میکنم. فکر کن. مواظب این زبون بسته باشه، وقت گرمیش نکنه. هستم. با شما نیستم که. با بانی بودم. دست ازم؟ جیزه. سلام خانم پارسی. خوشتیپ کردی؟ مواظب باش، طالبان داره برمیگرده. میشه. همه اومدن، آیا چاپ شده، کارای شهرداری رو پیگیری کردم، گفتن که ظرف 1-2 روز آینده جواب میدن. بازی چی؟ اونم هماهنگه. این تابلو رو شما سفارش دادین؟ بله، بزنیش تو اتاق. سلام. خواهش میکنم بفرمایید. خب آقایون، فردا برای شرکت روز بزرگیه. من این موفقیت عظیم رو پیشاپیش به همه شما تبریک میگم. این چهار برجی که قراره فردا کلنگش به زمین بخوره، مقدمه یک پیشرفت بزرگ در صنعت ساختمانسازی نوینه. هم برای شرکت، هم برای مملکت. خبرهای بدی از شهرداری به گوش میرسه. البته من دوست ندارم آیه یأس بخونم، ولی توی این شرکت جای نگرانی و آیه یأس نیست. ببخشید خانم پارسی، اگه این روند مطابق برنامه شما پیش نرفت، میدونید چه بلایی سر ما میاد؟ من به خودم، کارم و برنامه ریزیم اعتماد 100% دارم، نه روی حرف. بیلان شرکت نشان دهنده صحت این موضوعه. به هر حال من توی این شرکت نیاز به سرمایه گذاری دارم که به این اعتماد نه تنها اعتقاد داشته باشن، بلکه احترام بذارن. هر کدوم از دوستان که تردید دارن، تا پایان وقت داری امروز فرصت دارن که سرمایه هاشون از این پروژه بیرون بکشن. ما سرمایه گذاری مشتاق زیادی رو داریم که منتظر دعوت ما هستن. مهندس شریفی بیشتر در جریانه. مهندس شریفی؟ بله ببخشید. طوری شده؟ نه خیر، راستش بچه کوچیکم، یعنی دخترم، حال نداره، یه ذره نگران اون هستم.
ببخشید. بله تا امروز 158 نفر اعلام آمادگی کردن برای سرمایه گذاری. ممنون. نگران دخترت نباش. متشکرم. ببخشید میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ شما کاراتون رو به خانم کتیرایی در میون بذارید. ولی طرحهای امروزم خیلی عالیه. من فکر میکنم که شرکت شما احتیاج به این تبلیغات داره. حتما احتیاج داره. ولی نه از نوع تبلیغ شما. کجه؟ رنگش هم بده، قهوه‌ایشه. درستش میکنم. این اولین کاری بود که وقتی از لندن برگشتم انجام دادم. اونم فقط با 10 میلیون تومان پس انداز. بعدش هم دنیایی از شانس و کار و... بگذاریم. از کارا بگو. مهندس مباشری گفتن که... برای بعد تحصیلات یه قرار باش بذاریم. بله. از شرکت رایان بنا تماس گرفتم برای پیش خرید. فعلا که پیش فروش نداریم. بعدی؟ مدیر عامل سازوکاران هم تماس گرفته بود. میخواست با شما خصوصی صحبت کنه. آشغال، مرتیکه عوضی، از فرونه دعوتم کرده بریم کله پاچه خوری. ولی خوشتیپا، بالاخره که چی؟ یعنی شما نمیخواین ازدواج کنی؟ بعدی. یا آقای زنگ زد به اسم آرش سپهری، گفت که از دوستای شماست، شماره تلفن داد، گفت که باش تماس بگیری. آرش؟ آرش سپهری؟ جالب شد. بالاخره یه واکنش متفاوت دیدیم. حالا میشه بگین کیه؟ البته اگه دوست داریم. یه زمانی قرار بود با هم ازدواج کنیم. جوانی بود دیگه. یادش بخیر. خیلی هیجان انگیز شد. ماهی فکرشو بکن تو ازدواج. اجازه بدین یه تلفن بهش بزنم. زنگ بزنم که چی؟ میدونین چند وقت گذشته؟ 10 سال. حالا زنگ بزنم مثلا قرار بذاریم بریم سینما؟ من وقت ندارم سرمو بخارونم. آخرش که چی؟ همش کار، کار، کار. البته فکر نمی کنم اونم تو این 10 سال تو فریزر نشسته باشه منتظر تلفن تو. خانم کتیرایی؟ بله. شما کار دیگه ای ندارین انجام بدین؟ چرا خانم پارسی؟ الو، پارسی هستم. اشتراک 1442. یه پیتزای پپرونی تند میخواستم با پنیر زیاد، مثل همیشه داغ و خیلی تمیز. بفرمایید. پیتزاتون رو آوردم. الان؟ مگه برای صبحونه سفارش داده بودم؟ آخه من نمیخوام آقا. اگه پولشو ندین باید از جیب خودم بدم. اونش دیگه به من ربطی نداره. بیارش بالا.
این چیه؟ کله پاچه آوردی؟ ببخشید من پاتون زخمی شده. زمین خوردین؟ چیزی نیست. میتونم کمکتون کنم؟ نه متشکرم. 2700 تومن میشه. چی؟ البته قابل شما رو نداره. آها الان میارم. شما راست گفتین، اون دیگه خوردنی نبود. عیبی نداره، بفرمایید. همین کافی. نه نه، ببینید اینم کارت شرکتمه. شما دیگه نباید کارای سخت بکنید. یه سبیه شرکتم. بفرمایید، خواهش میکنم. انعام قبول نمیکنم. نه نه، من فقط میخواستم کمکم کنی؟ فکر میکنم خراب شده. کمک؟ اشکالی داره؟ نگران من نباشید، روزی رسون کسی دیگه ایه. درسته، اما چجوری؟ با گونی که برای کسی پول نمیفرستن. تو خودت با شانسای زندگی تو پیدا کنی. همه به کمک احتیاج دارن. میتونم بپرسم تو به چی احتیاج داری؟ هیچی، من به هیچی احتیاج ندارم. حداقل اینکه تو نمیتونی آرزوهای منو برآورده کنی. دختر خوبی هستی، حیف که نمیدونی خوشبختی چیه. طعم خوشبختی رو خواهی چیه؟ شادی خانوم، آرش، شادی خانوم، ببخشید شادی خانوم، این در باز میکنید؟ من سیمین رفته، بعد برقم که نیست، منم کلیدم جا گذاشتم، این در اگه میشه شادی، صبحونه حاضره؟ ببخشید شما؟ والا چرس کنم، تا دیشب که شوهرت بودم، الانم مخلص، چاکر، نوکر، هرچی تو بگی. یعنی چه؟ ببخشید آقا، این اطراف آژانس هست؟ بله خانم، شما کجا تشریف میبرین؟ کار؟ کار مهمی دارم. چرا با پژو خودمون نمیری؟ سویچش دم دره.
رخت خواب مرا بنداز عزیزم. شادی خانم، روشن شو خدا، این چه بلایی بود صبح اول صبحی؟ روشن شو رو. کجا خانم؟ وای آقا سهراب، باورت نمیشه چه خواب عجیبی دیدم. صبح پا شدم دیدم توی خونه‌ای که اصلا نمیدونم کدوم گوری است. رسیدم کجا؟ یعنی با کی کار داری؟ یعنی چی کجا با کی کار دارم؟ منم خانم پارسی؟ هر کی میخوای باش، با هر کی کار داری اول زنگو بزن بعد. یعنی تو منو نشناختی؟ این برجو من ساختم. بزرگترین پنت‌هاوسش هم خونه منه. اون وقت میپرسی من با کی کار دارم؟ زنگ بزنم. آقای پاک نژاد سلام، خدا رو شکر دیدمتون. این امروز چشه؟ خانم چی باشن؟ ها فهمیدم، شوخی جدیده. باشه باشه زنت میشن. ایشون چی هستن؟ میگن صاحب پنتاسم، الان که میخواد زن شما بشه. فکر میکنم گداست. من گدام؟ الان میرم دفتر، وکیلامو میفرستم سراغت. اگه شده این برجو دوباره از اول بخرم 24 ساعت از اینجا بیرونت میکنم. خانم وکیلتو بفرست، منتظرش هستم. میفرستمش. کجا؟ انشالله برای تو یکی که نباید توضیح بدم کی هستم. باز کن درو. پارکینگ عمومیه. شما امروز چه مرگتونه؟ باز کن درو تا اخراجت نکردم. منم شادی پارسی، مدیر عامل شرکت. حتما منم جد باشم. بکش کنارو فرخونه تو. خانم کتیرایی مدیر عامل اینجاست. گفتم باز کن درو. برای آخرین بار میگم. بله. اصلا دو بار میداری. برو اقام تو قاطع نکردم. برو 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 خیال قرده کنه. چیکار میکنی؟ آروم باش. گفتم تو ماشین من چیکار میکنی؟ هنوز نفهمیدی چه خبره ها؟ از ماشین هم پیاده شو. پس تو میدونی چه خبره ها؟ ماجرا چیه؟ تو ماشین من تو اون خونه. همه چیز زیر سر توه. ما حرفامونو قبلا زدیم نه؟ چه حرفی؟ چی گفتیم؟ تو آدم خوبی هستی. اینو دیشب هم بهت گفتم. در حق منم خیلی لطف کردی. تو باید یه فرصت دیگه هم به دست بیاری. این حقت. خب همین. تو رو خدا روشن و واضح برو سر اصل مطلب. بگو اینجا چه خبره؟ مگه نگفتی همیشه میتونی خوشبختی رو به دست بیاری؟ خب تو شرایط جدید امتحان کن، حتما موفق میشی. این یه فرصت. فرصت چی؟ میخوای بگی چون تو حرفای دیشب من خودخواهی بوده باید همچین بلای سرم بیاد؟ نه نه، اینجوری حرف نزن. ببین تو چی میخوای؟ بیا یه معامله بکنیم. خب حق با توه. من دیشب این آدمای احمق حرف زدم، منو ببخش. چقدر؟ چقدر چی؟ چقدر بدم همه چی برگرده سر جای اولش؟ چقدر بدم شر تو کم کنی؟ اصلا خوشم نیومد. ببین تو رو خدا اذیت نکن، من کلی کار دارم.
قرار دارم. تو هیچ کاری نداری، همه چی مرتبه، نگران نباش. اینم جزئی از زندگی خودت توه. این چیه؟ علامته؟ یعنی سوت بزنم میای؟ من نمیذارم، من نمیذارم. تو باید توضیح بدی. من نمیذارم. آرام آرام پیاده شو برای توضیح بدی. سر چی با وفا در به در و خلاکه هم دم خاک و زفا ببخشید حقوقش چقدره؟ آها وزنم چقدره؟ چقدر باید باشه؟ 60 کیلو؟ خب بله من حدودا 59-60 کیلو هستم. بله بله فردا بیام؟ نه نه میشه یه هفته دیگه، من یه 7-8 روز کار دارم، اما 7-8 روز دیگه میام. بله خیلی ممنونم، خداحافظ. آی یه هفته وقت دارم بشم 60 کیلو، یعنی 30 کیلو باید لاغر شم. سلام شادی خانم، چیزی شده؟ شما راه اون خونه رو بلدی؟ ها؟ دستم درد میکنه، میتونی من تو خونه برسونی؟ آه بله بله. شما با ما نمیای؟ آها از اون در ببخشید آخه من تا الان ماشین دنده رو فرمون سوار نشده بودم. ببخشید شما میدونید چجوری آدم میتونه تو یه هفته یه 30 کیلو وزن کم کنه؟ نمیدونم. نمیدونم. من قدیم راننده بیابون بودم، جاده چالوس، یادش بخیر، چه جاهایی میرفتیم تو این بیابونی که میرفتیم. چه خوبه همه ماشینا پدال ترمزشون همین وسطه. آره شما این پایین راحتی؟ آها باش. رسیدیم. شما قبلا هم رانندگی کرده بودی؟ بله یه بار ماشین توران خانم رو آوردم توی حیاط پارک کردم دیگه. بعدش هم ترسیدیم آقا همین، بالاخره رانندگی یاد گرفتینا. من که رانندگی بلد بودم. توران خانم ببخشید چطور میشه آدم تو یه هفته یه 30 کیلو این شیکم هیچی با ولش. حمید خان این سبی چرخی رو بذارین تو ماشین بریم. شادی جان از واشر کارترش روغن میده. تو معلوم از کجایی؟
باز قاطی کردین؟ آرش خیلی کفریه. آرش شوهرمه. آره هلای قربونت برم، من بچه هم دارم دوتا. آره تو حالت خوب نیست؟ الو شیرین جون سلام. شادی اونجا نیومده؟ نه 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 به خدا دعوامون. آخه من کی باش دعوام شده؟ ای بابا چرا آخه این فکر رو میکنی؟ نه اصلا خبر ندارم. کجاست؟ ای بابا مثل که من زنگ زدم بپرسم ها. بیا نمیدونم. بیا بالا نمیدونم. الان دوباره دعواتون میشه ها. خداحافظ. بشین شادی جان بشین. ای خدا مرگم بده، تو رو به خدا ببخشید عرفان. آیا مطلب خونه کن از خونه ببینم. ببخشید خاله، فکر کردم بابا هوشنگه. بودو بینم خاله پارمیس خونه هست. بهت میگم برو. پارمیس اسم دختر من پارمیسه؟ آره. آفرین آفرین، با خودت تکرار کن. پارمیس اسم دختر من پارمیسه. پارمیس اسم دختر من پارمیس. هر وقت عصبانی شدی به خودت بگو دو تا بچه داری، یکی پارمیس یکی پارسا. خب نگاه کن، صد بار به این بچه میگم کفشاتو اینجا نزن. شادی جان بهت نگفتم با من درد و دل کن، اینقدر تو دلت نریز، بابا زندگی همینه دیگه. هی به خودت بگو دو تا بچه داری، پارسا کاکل به سرمه، پارمیس خنده عسلمه، شوهرمم آرشه دیگه. به 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 مبارکه مبارکه. چشم چالو مشرف فرمودی شوهرتون چیه؟ ای بابا حالا تو هم وقت گیر آوردی ها، بلاهایی که تو سر آرش میاری اگر من سر هوشنگ در بیارم کلمو از اینجا کنده. از زورم تو میرسه؟ دروغ میگی شاده خواه، دروغ میگی. دروغ میگی میرسه. عرفان بابا کجایی؟ وسط کادو گرفتم. بیا بابا بشین عزیزم بشین. ببخشید تفلک بچه هم عادت داره به این کادو، مگه نو بابایی ها؟ نه عزیز من هیچ اتفاقی نیفتاده. بابا تو چرا باور نمی کنی؟ ای اومد به زنگ میزنم. کدوم گوری بودی؟ ببین اصلا منو خورد نکن، جواب منو بده. کدوم گوری بودی؟ ده جواب بده. زفرانیه. اونجا چه غلطی میکردی؟ سر من داد نزن، من که زن تو نیستم. به درک نیستی، مادر بچه ها که هستی. آرش سپهری نه؟ ببین من اونی که شما فکر میکنین نیستم. من فوق لیسانس معماری نوین دارم از لندن، کارم برج‌سازیه، خونم هم توی پنت هاوس توی زعفرانی هست. حتما ماشینت هم بنزه. بله دقیقاً. ده خجالت بکش، اصلا منو خود کردی با این مزخرفات تکراریت. نذاشتی برم لندن. اصلا نذاشتم که نذاشتم. چی میگی تو بعد 10 سال؟ الان حالیت میکنم. آها خودش اومد. سلام. اینه؟ بله این سویچ ماشین. شادی خانم خودش گفته بود دستم درد میکنه. دست درد نکنه من... بله بفرمین. آرشون میخوام ببینم چطوری میتونم توی... بابا بچه خودشو کش، نمیخوای بغلش کنی؟ بگو ببینم بابا چی میگی؟ میخواستم ببینم که واقعا من چطوری میتونم تو یک هفته 30 کیلو وزن کم کنم. آها من چه میدونم، میخواد نخور تا بمیری؟ چه خبره؟ بچه هلاک شد. چه؟
آخه صبح مثل دیوونه ها پا شدی و بعد آقا این دورور آژانس هست، بعدم زدی بیرون و من واقعا معذرت میخوام. به هم میگی چی شده؟ قول میدین حرفمو باور کنین؟ آره تو دروغ نمیگی؟ یکم عجیبه، خودم هم میدونم. واقعیت اینه که من چندین شرکت ساختمانی دارم، فردام قراره کلنگ یه مجتمع 800 واحدی رو بزنم، کلی وزیر و آدمای مهم من برای مراسم دعوتم. نبودن من برای شرکت خیلی بد میشه. من بیشتر از 500 تا کارمند غیر رسمی و رسمی زیر دستم کار میکنن. ببینید من اصلا تو زندگیم ازدواج نکردم، نه با شما نه با هیچ کس دیگه. اصلا بین وقتشو نداشتم که به این چیزا فکر کنم. تا اینجا حرفامو باور کردین؟ آره ادامه بده. همه چی خوب بود. خوب که نه، عالی بود. تا اینکه دیشب زنگ زدم پیتزا سفارش دادم. یه پیرمرده که تو چرا اینجوری منو نگاه می‌کنی؟ ادامه بده. پیتزا. یه پیرمرده برام پیتزا بود. توی برج؟ پنت‌هاوس؟ آره توی برج. تو فکر میکنی من دیوونم؟ نه ببین عزیزم، من تو رو درک میکنم، یعنی تو خسته شدی و ببین ما شاید که نتونیم بریم توی برج زندگی کنیم، یعنی شاید که نه قطعا نمیتونیم بریم، ولی من قول میدم که برات پیتزا رو بخرم. خوبه؟ بخند دیگه، بخند شادی. ای خدا، پارسا رو خوابوندم، شب یادتون نره. این اولین باری نیست که دور هم نشستیم تا یه کاری بکنیم. البته آخرین بارش هم فکر نمی کنم باشه. حالا همی جانین چه قیافه تو برای خودت درست کردی دیگه؟ نه آخه گوش کن، باور کن، من یعنی این فرمول کشف کردم که چطور میتونم تو یک هفته 30 کیلو وزن کم کنم. خب این رفیق من وشوکاره، باورت نمیشه، این وقتی رو هوا میچرخه. آها خیلی خوب، یعنی فهمیدم، عالی باش. ولی یادت باشه تو هفته دیگه منو همینجا میبینی که 30 کیلو وزن کم کردم و از سولاخ کلید رد میشم. یعنی اینو میبینی حالا؟ حمید آقا ببخشید، میشه این حلقه رو بدین من بچرخم؟ ده خرابش نمی کنید؟ نه بابا این چه حرفیه، مطمئن باشین. آفرین. پیتزای تک کالری با سنبول توزیره برای حذف چربی، پیتزای تند هندی برای آرشی سپهری، یه پیتزای ملایم با پنیر فرام، یه پیتزای زعفرونی واسه لحظات شادی، یه پیتزای دریایی واسه پرمیس رویایی. فقط رژیم چاقی. چش نخوری الهی؟ قربونت دارم الهی. نوار جویده شده. عیبی نداره، این واقعا تک کالری ها. معلومه اون 5 سال ضمانت داره، پس حسابی رستورانمون میگیره. با مطمئن باش خانوم، ولی من میذارم زیرش. زیر چی؟ زیر قرارداد. چرا؟ آخه پسر خوب تو عقل داری؟ ما 6 ماه بعد اینجا رو را بندازیم، در غیر صورت باید 6 میلیون ضرر بدیم. ها همین طور خدا اینقدر حرفای تکراری نزن، هممون زیر اون قولنامه رو امضا کردیم، هممونم چک و سفته دادیم. خب اگه بخواین نمیزنم. چی رو نمیزنی؟ زیر قراردادو. پس باید دست بالا بزنیم. لازم میخوای دست بالا بزنیم؟ بابا
یارو داره مغازه رو تحویل میده. خدا وکیلش هم تا الان بهتون حال داده، لطف کرده. همچین مفتم نیست، 50% سود مال اونه. بله، اصلا داره ما رو قشنگ استثمار میکنه. میشه تو به من بگی طرف کی هستی؟ بابا تو رو خدا یکم جدی باشیم. اینو راست میگه. نظر تو چیه شادی جون؟ آخه فکر افتتاح رستوران مال تو بود. من؟ آره تو. توران جون، امروز شادی خیلی حالش خوب نیست. ببینید، شما پیتزاهاتون رو بخورید. من با هر حرفی که شادی خانم بزنه موافقم. من ساعت 5 صبح بعد برم میدون تربا. پس جلسه رو میذاریم واسه روزی که حال شادی خانم بهتر بشه. باشه عرفان بریم. خب پس بذارید من یه جوک بگم. یه روز یه ببخشید. تو اینجا چی کار میکنی؟ با آرش خان کار داشتم. میخواستم بپرسم کلاس امروزمون چی شد. ببخشید، من فکر کردم توران خانم بهتون گفتن. وا، من که گفتم افتاده فردا. نه، توران جون گفت. من یعنی من به تو دروغ گفتم؟ نه، من فقط میخواستم مطمئن بشم. فردا کلاس جبرانی میذارم. خب من برم یه دوزار کاسبی کنم برگردم. ببخشید، کار شما چیه؟ درست میشه. اینم برای شادی خانم. شادی خانم بیا ببین چه بناگوشی برات گذاشتم، سفارشی. دیگه امروز رژیم پژیم خبری نیست، همه باید این کله رو الفتی بخوریمش. یه لقمه من بزنم. بیا خانمم، اینم لقمه سفارشی. دستشو درنه. بذار برات زبون بذارم کیف کنم. بیا حمید جون، این چشماله تو که دوست داری. حمید عاشق چشمه. ما اون فاق شکرم حمیدو حامله بوده، کله پاسه آهو خورده. واقعا؟ نمیدونستیم. به چشماش نگاه کن، مثل چشمای آهو میمونه. من فکر کنم که منظره سرم مادر حمید گروه باشه. چش گاو شده جا چش آهو. اوچن از مغز میمون که بهتره. عزیزم بیا بشین، برات مغز گذاشتم. بیا بشین. چه کله ای؟ چی شده؟ شادی؟ گرفتاری شدم. شما من نیستی؟ نه خیر، خوشبختانه یا متاسفانه نیستم. نمیدونم. سلام، پارمیس آماده است؟ آماده؟ دیر شده ها. دیر شده ها. چی دیر شده؟ مهد کودک دیگه. به سرویس میاد دیگه. اومده دیگه، سرویسشون منم. سرویس اختصاصی پارمیس فرقان. بوده بیا بریم خاله جون. بریم بچه ها. تو باغ نیستی شادی جون؟ خدا کمکشون کنه. چند روز پیش آدرس یه دکتر رو بهشون دادم. خدا کنه جواب رد بهشون نده. واقعا یادت رفته بود امروز نوبت واکسنشه؟ نه، یادم که نرفته بود. البته حق بهت میدم که حواست پرت باشه. اگه من جای تو بودم کله اون ناهیدو میکندم. ناهید؟ کلهشو بکنم؟ شادی جون، ما هم که یه مهمون همیشگی داریم، این سیریش هم چسبیده به زندگیمون، ولکنمون هم نیست. از قدیم عروس خاشوهر سایه همو با تیر میزدن. این فکر میکنه خونه ما پانسیون، منم باید ازش نگهداری کنم. به من چه که از تو نگهداری کنم؟ برو دهاتتون.
کی؟ ناهید دیگه. من سرم خیابون پیاده میشم. بذار ببینم مسافره نیست، الان راه میافتی. مستقیم 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 خانوما، مستقیم میرین؟ بفرمایین. بفرمایین. ببخشید خانم، نوبت اون ماشین روشن داره حرکت میکنه. چی آقا؟ چی شده؟ آقا کی باشن؟ آقا رئیس خط اینجا باشه. آقای رئیس خط اینجا، گذاریم داریم میریم. چی حالا؟ عرض کردم خدمت تو اینجا نوبتیه. منم خدمت شما گفتم داریم میریم. شرمنده تونم، اینجا نوبتیه. یه لحظه بفرمین اینجا. دست. یه لحظه بیاین اینجا. بیاین پاش باشی فیاری. این چیه؟ کدوم؟ همینی که بغل صندلیه. ببرش بالا. گفتم ببرش بالا. اده ببرش بالا دیگه. رو من قفل فرمون میکشی؟ یک بلایی به سرت بیارم خودت حس کنی. رو زن قفل فرمون میکشی؟ ای یوحنا! دعوا. خدا کمک. رو زن دست بلند کرده. دارم کار میکنم برای زندگی. این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ جانم ای خدا، چی کار کنم؟ داغه، خیلی داغه. چی کار باید کرد؟ نباید از روش پتو بندازی. نباید بندازم. حالا چیکار باید بکنم؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونی؟ سلام، بیا تو. بچه، بچه داره میمیره. چی شده؟ کدوم بچه؟ بچه کوچیکه. پارسا؟ آره آره آره. چه شده؟ نمیدونم، داره میمیره. خیلی خوب، هوشن، بودو بیا پایین. جانم، ساکت بابا، یکی اینو بگیره. خب نزنید، ولی بزنیم، داره میمیره. بس دیگه بابا، واسه چه مثل یکات دوزی بانکه الان قش میکنی میفتی اینجا؟ لباس تو گیر دادی ها، الان وقتی حرف واسه زن. یه کلمه دیگه حرف بزنی جفتتون رو میکنم بیرون. بس دیگه. شادی استامینوفن داری؟ بله بله. جانم خاله. هارمیس، یه دقیقه بیا. بیا. مامان داروها رو کجا میذاره؟ اون بالا که دستم نرسه. بغل شکلاتا. استامینوفه.
میشه بگی مسخره بازی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ با فرصتت چطوری؟ عالی، حرف نداره. روزی 10 بار کنه بچه میشورم. یه بچه مریض رو دستم مونده، شوهرم مسافر کشه، باید ده همسایه که دائم تو کار هم سرک میکشن و با دیدن کله پاچه آب از لب و لوچه‌شون آویزون میشه سر کله میزنم. هم دارن کله ملق میزنن که یه هفته یه رستوران را بندازن. پس حسابی خوشبختی. تو به این میگی خوشبختی؟ ببین هیچ رای نداره برگردن. تو که تو مدیریت خیلی اتحاد میشه، خب کمکشون کن. ببین آقای محترم، من به اندازه کافی خودم گرفتاری دارم، کمکشون کنم؟ ببین یعنی این کارو بکنم دوباره برمیگردم سر جای اولم؟ سعی کن زندگی کن، فقط همین. سلام شادی خانم، پارسا جان خوبه؟ خوبه بله. خب خدا رو شکر. دوست دارید قضیه این سرقت بانک رو براتون تعریف کنم؟ سرقت بانک؟ بله. باشه باشه، فقط من الان با توران خانم یه کار واجب دارم، میشه بذاریم برای بعد؟ باشه باشه. سلام، بیا تو. ببینید راه اندازی رستوران اصلا کار مشکلی نیست. البته قبول دارم که وقت کمه، ولی ما این کارو میکنیم. ما فقط 6 روز فرصت داریم. ما طرف انقدر دستمون عصبانی که اصلا حاضر نیست قراردادش رو تمدید کنه. اگه تا 6 روز دیگه این کارو کردیم چی؟ 6 روز مگه میشه؟ بله، در 6 روز میشه پی یک برج ریخت. غمگینی حمید آقا؟ نه بابا، چیزی نیست. میخواستی جریان سرقت بانک رو برام تعریف کنی؟ دوست دارید بشنوید واقعا؟ خب بله. خب آخه راستش شادی خانم، من یه زمانی بود که توی بانک کار میکردم، میدونید توی بانکی که همه از من حساب میبردن. باور کنید وقتی پامو تو اون بانک میذاشتم یه سکوت عجیبی حکم فرما میشد. تنها صدای که میومد فقط صدای کفشای من بود. دروغ نمیگم، اینو تعریف از خودم نیست. همه از من یه جوری حساب میبردن. میدونید تو اون بانک تمام این چیزایی که میگم جون این هوشنگ راست میگم. یعنی جذبه من جوری بود که همه آدم ها رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بشین زمین. باشه باشه آروم. بتمن. خیلی خوب آروم. بتمن. باشه. بشین روی. حواست باشه. بشین بابا. بکن نخ. آفری. به خدا من بیگناه.
مادرم مریضه، احتیاج به پول داره. چرا کار نمیکنی؟ کار؟ کار میکردم ولی خرج عمل زیاده، با کار جور نمیشه. قصد جناب رئیس، این دوتا گناهکار نیستن. میدونید مجبور به این کار شدن. خلاصه تحویل شما. کجا؟ خب رئیس عزیزم، میدونی من دیگه نمیتونم تو این بانک باشم، من باید برم. فقط لطف کنید استعفای منو بفرستید خونه تا من یک امضا کنم. قبول نخور. نه نمیشه بری، این بانک تازه به وجودت احتیاج داره. کجا میخوای بری؟ میدونم ولی نمیتونم. نه نمیتونم. تو هم اگر خواستی بعد از حبس کمکت میکنم. خلاصه اینکه این تمام این ماجرایی بود که تعریف کردم. وای چه جالب، شما آدم جسوری هستین. خواهش میکنم باور کنید، اتفاقا خیلی ها این حرف رو میزنن که جسورم. الان چی کار میکنین؟ الان دارم وزن کم میکنم، دارم وزن کم میکنم که بتونم این شغل جدیدم رو به دست بیارم. خب میدونید همین؟ بله. بالایی؟ آره. دکتر دیر شد، تو هنوز لباس ورزشی تنته؟ خب شادی خانوم کارم داشتش. من؟ من چشم الان میرم لباسمو بپوشم. برامون دعا کن، جواب این دکتر آخرین فرصته. شادی سوخت، کلی هم برای زحمت کشته بودم، همش سوخت. فدای سرت، امشب شام مهمون منین، آمادشی میریم خرید. به تنتون محشر بشه، فقط همین یه دست میده، هرچی داشتیم فروش رفت. میخواید امتحان کنید؟ اگه ممکنه. خواهش میکنم، مغازه به خودتون تعلق داره، بفرمایید. خوب شدی، چقدر بهت میاد. خیلی عجیبه، با این موتو احساس میکنم دوباره خودم شدم، همون شادی واقعی. 110,000 تومان که زدگی هم که داره. فدای سرتون، شما بپسندید تخفیفش با من. باور کنید لنگشو هیچ جا پیدا نمیکنه. تازه یه خیاط خوبم داریم که اگر بخوای براتون درستش میکنه. بسلام. نه آقا جون، از در خونه ما تو نمیاد. ممنون. شادی درش بود، ولی من ازش خوشم اومده. میخوام 100,000 تومن پول اینو بدم، میدم 4 عرق لاستیک برای ماشینم میخرم که اینقدر پنچر نکنم.
خرجه از مهمترم داریم. یه جان میخواییم بریم سلطانی از اون کباب کنیده که دوست داریم بخوریم با دوغ و پیاز. سبکون ببینم، سهم من توی زندگی فقط کباب کوبیده و دوغ و پیازه؟ همین که صبح تا شب جون بکنم، بچه داری کنم، آشپزی کنم، آخرش که چی؟ تو که نمیتونستی حتی یه مانتو واسه من بخری، بی خود با من ازدواج کردی. تو میدونی میتونستم به کجا برسم؟ جواب بده. خیلی خوب، اگه اینقدر برات مهمه بخرش. به اندازه خرید این که پس انداز داریم. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، تو اون شادی نیستی که من میشناختم. آره، چون همیشه عادت داشتم سرام بندازم پایینو بگم چشم، تو بدبختی دست و پا بزنم و صدام در نیاد. باشه. نه خیر، اون شادی که من میشناختم برای اینکه احساس خوشبختی بکنه نیاز به یه مانتوی 100,000 تومانی نداشت. خیلی خب، مهم نیست، مهم نیست، بخرش، دندم نرم، چشمم پور، پولشو میدم. نه خیلی ممنون. بریم دو سیخ کوبیده میخوریم با دوغ و پیاز، آروغ میزنیم و با تمام وجود احساس خوشبختی میکنیم. این درسته. چطور بریم کله پاچه بخوریم؟ من معذرت میخوام، این روزا خیلی فشار رومه، حرفای احمقانه ای زدم. نه اتفاقا، از اون موقع تا حالا دارم به حرفات فکر میکنم. حق با توه. میدونی منم از این شرایط راضی نیستم. منم دلم میخواست میرفتم دنبال موسیقی، آرزو داشتم چیزی رو که میخوام به دست میآوردم. خوب شروع کردیم ولی نشد. اون بدشانسی. کدوم بدشانسی؟ شوخیت گرفته؟ میدونی تو زن خیلی خوبی هستی، خوب تونستی تو تمام این سالها، تمام بدبختی ها، تمام مشکلات و آتی سوزی مغازه ساز فروشی و همه اینا رو خوب تحمل کردی. من آدم خیلی خوشبختیم. میدونی چرا؟ بگو. چون تو رو دارم. پاشو پاشو پاشو، هنوز یه پیانو داریم که 2,000,000 تومان میخرمش. پاشو. نه دیگه میتونم قرقرای توران رو تحمل کنم، نه بد اخلاقی های هوشنگ. من از هیچی شانس نیبردم. اون از شوهر اولم که عوضی از آب در اومد، اینم که حالا برام دلم یه زندگی خوب میخواد با عشق. این حقمه نیست؟ چرا؟ چرا هست؟ خوشحالم که حرفمو میفهمی. آخه تو هم مثل منی بد شانس. میدونم با شادی. با شادی چی؟ هیچی، اصلا با شادی کاری ندارم. اصلا اونم میتونه باشه، من تو میتونیم با هم. اوه سب کن سب کن سب کن، هیچی دیگه نگو، حتی یک کلمه. بذار یه چیز بهت بگم تکلیفت روشن بکنم. من یه موی گندیده شادی رو به یه دنیا نمیدم.
فهمیدی؟ اگر خواهر هوشنگ نبودی لا اله الا الله. اگه لاغر بودی کار بهت میدادن، کار در دست نمیدادی. چاقالو دستت بکش. ای چرا اینجا نشستی حمید آقا؟ پس رژیم چی شد؟ چه رژیمی شادی خانم؟ رژیم، ورزش، همش کنسل شد. بلکه کارو دادم به یکی دیگه. اصلا من هیچی، هیچی. این همه زحمت، باور کنید تمام غم و بدبختی دنیا رو سر من داره میریزه. بعد پاشدم رفتم با سیمین دکتر. دکتر برگشه به سیمین گفت ببخشید. چی شده؟ دکتر چیزی گفته؟ دکتر آب پاکی رو ریخو دستم. اشکال از حمیده. آروم باش، به چیزای خوب فکر کن. اینکه شوهرتو داری، اینکه شوهرتو دوست داری، خوشبختی رو باید پیدا کرد. میکنم مشکل اصلی شماه. دست شما درد نکنه دیگه، حالا مشکل ما شدیم؟ بله شما. شما ادعا میکنید که بهترین پیتزا رو میپزید. خب بله، مگه شما نخوردین؟ تو رستورانی که کار میکنید راضی هستید؟ راضی؟ ما این سابکار عوضی که ما اونجا داریم مثل جهنم میمونه برامو خانم. ولی خب چیکار کنیم دیگه، مجبوریم از ناچاری اونجا واسیم دیگه. خب پس حداقل شما نباید نگران آینده باشید. هم تجربه دارید هم توانایی، باید به دیگرانم روحیه بدیم. خیلی کارا میشه کرد. ما میتونیم موسیقی زنده داشته باشیم. میدونین آرش پیانو داره. حمید آقا با اون کاری که تو بانک انجام داده نشون میده که آدم محکمیه. حسابداری رستوران با بانک. مگه شما میدونی تو بانک چه اتفاق افتاده؟ بله بله، حمید آقا برام تعریف کرده. نه شاد خانم، حمید اصاره ترسه. راستش بخوای ماجرای بانک اینه آقا، وقتی پول تو حسابت نیست برای چی چک میکشی؟ خب عزیز من تا یه حدی میتونم کمک بکنم. الان کلر میره، من باید برگشتیشو بفرستم بره. نه جان من، خب بار اولتی. عجیبا، بفرست بیاره رو با بفرست زودتر کنی بیاره. سند جان خسته نباشی. قربانه این صندلی من نمیدونی که برداشته. من چه بدونم که برداشته؟ آها خب نمیدونی که یواش خوب رئیسا. آقا من با تماس میگیرم. قربانه جان. احمد صندلی رو برداشته. احمد بازم که دیر اومدی؟ سلام.
چه سلامی؟ سلام ساعت 7 صبح نه رو بشت. تا آخر هفته فرصت داری خودت اصلاح کنی، وگرنه اخراجی. امرو پنجشنبه است، یعنی یک هفته دیگه من وقت دارم اخراج. نخه، فقط تا آخر امروز وقت داری. شیرفهم شو؟ بله کاملا شیرفهم شده. آقا من؟ بله بله، چی کار دارین؟ فیشه ها، برق، بفرمایید. برو بابا. شما بازنشسته های عزیز بفرمایید. ای بابا حاج خانم شما چرا؟ سرکار خانم شما تشریف بیارید، در خدمتیم. بفرمایید. خسته نباشید. همتون بشینید، بشینید زمین، بشینید. من به تو نیستم، من به تو نمیگم بشین، بشین دیگه. من صندلی ندارم. نمیخواد بشینی، برو گاف صندوق خالی کن، بودو چشم. بودو چشم. برو دیگه. بای بای. پس حمید خان چی شد؟ تو دو روز که پیداش نبود، طوری که پلیس ها فکر کردن هم دست دزداست. آپارتمان گرفته بودم. گوش کن، فکر میکنه بعد دو روز کجا بود آقا؟ قش کرده و افتاده زیر میز. خدا رو رحم کرده بود که. تازه از اون موقع ترسید دیگه بانک هم برم، فکر میکنه چیکارش کردم؟ اخراجش کردم، به همین سادگی. خیلی خوب، از شوخی بگذاریم. خب از فردا شروع میکنیم با تمام انرژی. حمید و سیمین کارای رنگ و نقاشی و اینجور چیزا رو انجام میدن، آرش کارای برق و بنایی و ساخت و ساز رو به عهده میگیره، هوشنگ خان انتخاب فر و یخچال با شما، توران جون میز و صندلی رو هم شما انتخاب میکنی. خب بقیه کارام با من. مگه دیگه کاری هم میمونه؟ بله، از همه مهمتر تبلیغات. سلام شادی جون، آرش چطوره؟ پارسا جون خوبن؟ پارمیسون چطوره؟ یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور بر آرش بپلکی با همین سیمای گیتار از سقف آویزون بود. خیلی دوست دارم فقط یه بار دیگه یه کمیتی آرش ببینم. روشنه؟ حالا مثل بچه آدم برمیگرده دهاتتون. حالا تا این گیتار رو تو حلقت فرو نکردم، مثل یه دختر خوب میری و برای همیشه فراموش میکنی که مردی به اسم آرش رو تو زندگیت میشناختی. اسمش چی بود؟ نمیدونم. حالا خوبش. مبارکه، خیلی هم مبارکه، شد 10 تا. بالاخره شکستت دادم، امسال من زودتر ادیمو دادم. دیدی بالاخره باختی، دیدی بالاخره باختی. اول سر تو رو ببرم یا اون ککو؟ مثل بچه آدم قبول کن که بالاخره شکست خوردی، یعنی شکستت دادم بعد 10 سال. میبینم که چشات گرد شده. نه بازش کن، بازش کن، زود باش، زود باش، زود باش، بازش کن، بازش کن، بازش کن، زود باش. بازش کن دیگه، بازش کن. وای نه، چرا این کاری کردی؟ لاستیک ماشینت واجب تر بود. جیگولری اته بلایی به سرش آوردم، تمام موهاش سیخ سیخ شده بود. شرط میمدم از دفرسخی منو ببینه کرکره مغازش میکشه پایین. حد بزن چند؟ 65 تومن. ولی بازم خیلی گرد. ول کن دیگه بابا، دو سه شب اضافه کاری یله. تو اصلا به این چیزا چیکار داری؟ نمیدونم چی بگم. لازم نیست چیز بگی، برو سر اصل مطلب. زود باش، زود باش. کادو؟ تو یکم عجله کردی، حالا که وقت هست. لوسبازی در نیار، تو آدمی نیست که تا بعد از اون صبر کنی. یادت نیست پارسال ساعت 3 صبح منو بیدار کردی، کادوم بهم دادی؟ بجنب بینا بجنب.
یعنی من یادت رفته قشنگ میزنی تو چرا هیچی به من نگفتی مامانت اینجور موقع چی کار میکرد مامان همیشه اونو غافلگیر میکرد بابا چی بیشتر از همه دوست داره شما رو خب دیگه بعدشم ما بعدشم دلمه برگمون چه کمکی از دست من برمیان؟ در واقع کمک های دو طرفه پس رفتین سر اصل ماجرا یعنی معامله دقیقاً کارتون چیه؟ من میخوام رستورانی رو افتتاح کنم احتیاج دارم برای روز افتتاحیه چند هنرمند معروف توش حضور داشته باشن من دلال روابط عمومی نیستم خانم منم بیمزد کاری از کسی نمیخوام تو برام چی کار میکنی؟ چک سفید میدی؟ از اونم مهمتر مثلا؟ چند وقته که میخوای برای شرکت برج‌سازی فعالیت تبلیغاتی داشته باشی ولی موفق نیستی راز موفقیت شما میدونم معامله خوبیه نه؟ تمام نقاط ضعفتو توش نوشتم همین امروز برو شرکت اصلاحش کن اگر موفق شدی کار منم انجام بده شادی پارمیس اینجا چه خبره؟ سالگرد ازدواج مامان و باباست. بفرمایی.
غافلگیر شدم ولی هنوز از دلم در نیامده. حالا چی؟ این دیگه واقعا هیجان انگیزه. نمیخوای که خودت درستشون کردی ها؟ یکی یکی اینا رو خودم درست کردم با همین انگشتام. به به، این کار پیکاسو یا پارمیس؟ خودم کشیدم با همین انگشتام. ولی هنوز برای جبران امروز کوچیکه. بزرگش اونجاست. این دیگه چیه؟ فروشنده گفت بهترین نوع لاستیکمون. سیمین جون و توران جون چشم. ببین اگه پارسا بیدار شده منو صدا کن. نوبت توی که فوت کنی. قبل از فوت کردن میخوام آرزو کنم. من توی پنت‌هاوس زندگی می‌کردم. مدیر عامل مجموعه از شرکت‌ها بودم. هیچ چیز نبود که اراده کنم نتونم به دست بیارم. یعنی فکر می‌کردم که همه چیو می‌تونم به دست بیارم. امروز همه اونا رو از دست دادم. ولی چیزی رو به دست آوردم که از همه اونا با ارزش‌تره. تو واقعا فکر می‌کنی که این زندگی واقعیت نیست؟ نمیدونم، مهم نیست. شاید زندگی اصلی من اینه و همه اونا رو تو خواب بیدم. فقط از یه چیز مطمئنم، اینکه دلم نمیخواست امشب به جز اینجا جای دیگه ای بودم. اینجا چی آرزو کردی؟ میگن آرزو رو نباید به زبون آورد. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن، به خوابارم دل دیوانه. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن، به خوابارم دل دل دیوانه. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دلش به تو میدونم کرده. بیا چی به خبرم دل دیوانه.
خودم هستم. متشکرم. تا یه ساعت دیگه اونجا. من هیچ وقت فکر نمی کردم که به این راحتی بتونم تبلیغات اون شرکت رو به دست بیارم. راستی شما کی هستین؟ مهم نیست. شما چی کار برای من انجام دادین؟ من میخوام بدونم که ممکنه همکاری ما ادامه داشته باشه؟ اگه شما کار من را بندازین چرا که نه؟ شما که میدونین گروه موتورسواران فیلم سینمایی دنیای دیوانه امروز رو بورسن. خب مردم هم دوستشون دارن. من اونا رو با موتوراشون میتونم افتتاحیه دعوت کنم. چطوره؟ عالیه. چی میخوای؟ چه کوچولوی نازی، پارساست نه؟ گفتم چی میخوای؟ پس پارمیز کن. اذیتم نکن، تو حق نداری منو برگردونی. تو آدم خوبی هست، اینو قبلانم بهت گفتم. آدمای خوب هر جا که باشن میتونن خوشبخت بشن، به شرط این که بدونن خوشبختی چیه. ببین، من شوهر دارم، بچه دارم، آرش شوهرمه، دوستش دارم، عاشق بچه هامم. پس بالاخره فهمیدی خوشبختی چیه؟ آره آره، فهمیدم. من از بچه هام جدا نکن.
حالت خوبه؟ ماشاءالله خیلی سنگین شده. من خیلی اذیتت کردم. تو مرد خوبی هستی. ازت یه خواهشی دارم. بگو. ازت میخوام همینجا تو همین لحظه هرچی خاطره بعد از من داری فراموش کنی. من دوستت دارم. تو همه این سالام دوستت داشتم. منم همینطور. میخوام این لحظه رو هیچ وقت فراموش نکنی. بهم قول میدی؟ تو مگه بهم قول میدی؟ معلومه شما کجایی؟ شرکت داره منفجر میشه، یه بحران جدی به وجود اومده. ازتون خواهش میکنم سریعتر خودتون رو برسونید. چه خبره؟ اعضای هیئت مدیره اینجا جلسه فوق‌العاده تشکیل دادن. باشه میام. خانم کتیرایی، میری تو اتاق من شماره آرش سپهری رو برام پیدا میکنی. از تو سطل زباله. ها؟ آرش اینجا زندگی میکنه؟ نه دخترم. آرش؟ آرش ندارم چه. مبارکه. خیلی ممنون. ببخشید این بنز مال شماست؟ بله. بجیر پارک کردی، من اصلا نمیتونم بیام بیرون. مگه شما رانندگی یاد گرفتی؟ بله. ببخشید. ببخشید، آقای آرش سپهری تشریف دارن؟ بله تشریف دارن، شما بفرمایید بالا.
شادی؟ خودتی؟ خیلی خوشحالم که اومدی. تو خوبی؟ خوبم. ازدواج کردی؟ نه. تو چطور؟ اصلا حتی یه بار. استاد عجله کنی، بچه ها منتظرم. باشه الان میام، فقط قرارمون یادت نره، کسی نباید بفهمه. دوست ندارم تو فرودگاه کسی بیاد بد راقم. آرامی سفر رو به هم میریزم. داری میری؟ اینجوری میگم. افشین یه امانتی برات دارم. افشین. بله آقا. اون صندوقچه رو بیار بالا. چشم آقا. کجا میری؟ الان باید برم تالار وحدت، یه مراسم خدافظی از اینجور مزخرفات. ببخشید که نمیتونم ازت پذیرایی کنم، میبینی که اوزارو. مراسم خدافظی؟ مگه کجا میخوای بری؟ اتریش، سرزمین موسیقی. اونجا یه ارکستر برام یه اقامتنامه افتخاری گرفته. بفرمایید آقا. بیا، یادگار دوران جوانی. یعنی برای همیشه میری؟ احتمالا. استاد دیر شده، باید بریم. خیلی خب، بیاین الان میام. ببین وقت داری با هم یه چایی بخوریم؟ من خواستم راجع به مسئله مهمی باهات صحبت کنم. میبینی که اتریش اومدی، پیش منم بیا. نرو، خواهش میکنم امشب نرو، میخوام باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب خودمون، من و تو. منو ترسوندی. بهت ایمیل میزنم، شاید هم یه روز برگشتم. خواهش میکنم، باید باهات حرف بزنم همین امشب. چقدر این صحنه برام آشناست. اگه راجب منه و میخوای از دلم در بیاری، باید بهت بگم اصلا نگران نباش، من حالم خوبه. تو هم به هرچی میخواستی رسیدی، خیلی خوبه. شاید اصلا حق با تو بوده. خداحافظ شدی. اینو یادت میاد؟ 10 سال نگرش داشتم، خیلی وقتا هم باش حرف زدم. آرش، ما با هم ازدواج کردیم، 2 تا بچه داریم. پارمیز 6 سالشه، پارسا 7 ماهشه. توی خونه کوچولوی نقلی بازسازی شده توی میدون 7 تیر زندگی میکنیم. تو گیتار میزنی، البته نه به خوبی، حالا با ماشین اسقاطی مسافرکشی میکنی. ما عاشق هم هستیم، عاشق بچه هامون. میدونی بزرگترین فاجعه تو زندگیمون که اتفاق میفته؟ موقعی که من یا تو سالگرد ازدواجمون رو فراموش کنیم. من نمیدونم همینه که دیدم خواب بود یا قصه. فقط ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم، فقط به اندازه یه پرواز، به اندازه یه پرواز مسافرت تو عقب بنداز. Thank you.
عشق من و تو منتظر قدومته، معنی خوشبختی من چکیده ای زنومته، واژه هر کلام تو قصه ای از محبته، وقت رسیدن به تو یه فصل بی نهایت. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه غبار غربت بگیره، بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه غبار غربت بگیره. روز تولدت برام مژده زنده بودنه، تموم دل خوشیم فقط لحظه با تو بودنه، شادی محفلم تویی ای همه سعادتم، بی توی شمع خستم با توی بی نهایتم. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه غبار غربت بگیره، بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه غبار غربت بگیره. عمر جدایی بین ما چه خوبه بیدبون بشه، بیا که این خونه ی دل با سر و سامون بگیره، حیفه که عمر ما تو این بی کسی ها حروم بشه. بالاخره شکستت دادم، امسال من زودتر ایدیمو دادم. دیدی بالاخره باختی، اول سر تو رو ببرین یا اون ککو. چه خبره؟ عجب شبی، چه خانومی، آقا رو باش، عجب حالی. محبوب ترین چهره های سینمایی مانند اعضای یک ارکستر در مجموعه زیبا گرده هم آمدند تا معلوم بشه چرا به این خانم میگن زن بدنی. ببخشید شما؟ تو دیشب که شوهرت بودم، الانم مخلص، چاکر، نوکر، هرچی تو بگی. توش معلوم از کدوم گوری هستی؟ مردی مثل همه مردها. قبول شدم، اونم با رتبه 7. و یک زن. من به خودم، کارم و برنامه‌ریزیم اعتماد 100% نروی هم. مقتدر، محتکر، ثروتمند، همه چیز داشت جز بالاخره که چی؟ یعنی شما نمیخواین ازدواج کنی؟ بعدی چاره نیست، آخرشم باید خودم بگیرمت. من شوهر دارم، بچه دارم، چیش داره؟ یک معجزه. چیش داره؟ یک معما. نه چک زده نه چونه، همه چیز اومده تو خونه. اینه؟ ببینم بابا چی میگی؟ میخواستم ببینم که واقعا من چطور میتونم تو یه کفی 30 کیلو وزن کم کنم. من چه میدونم، میخواست نخور تا بمیری. یک دست و دو هندونه. ببین اصلا منو خورد نکن، جواب منو بده، کدوم گوری بودی؟ سر من داد بزن، من که زن تو نیستم. به درک نیستی. یک سر و دو همسر، یکی اصلی یکی بدلی. منم شادی پارسی، مدیر عامل شرکت. حتما منم جورج باشم. عالیه.
زن بدلی. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن، دوست دارم میدونی که این کار دل گناه. زن بدلی همه رو به وجد آورده. زن بدلی ایوهنا رودن دست پوله کرده، دارم کار میکنم برای من نمیدیم. و در لابلای همه رویدادها عشق بیکار نمونده. قلبه عشق من و تو منتظر قدومته. ماهایا پتروسیان، رامبده جوان، رضا شفیعی جان، رابعه اسکول، مهدی امینی خان، با حضور مهران قفوریان. تو باید یه فرصت دیگه هم به دست بیاری، این حق همین. و بهزاد فراهانی. یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور بر آرش بپلکی، با همین سیمای گیتار از سقف آویزی میکنم. رخت خواب مرا بنداز عزیزم. خانم چه خوبه، همه ماشینا پدال ترمزشون همین وسطه. راه‌های نرفته. تو که نمیتونی سیاه توی مانتو واسه من بخری، بی خود با من ازدواج کردی. حرف‌های نگفته. ای خدا مرگم بده. کارهای نکرده. اینم برای شادی خانم. شادی آش نخورده، دهن سوخته. زن بدلی، کارگردان مهرداد میرفلاح. بخوا همه بشینیم. تهیه کننده محسن مسافرچی. شیم بابا اکون. پخش از مؤسسه سینمایی راه عرفان. زن بدلی.